خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مرور مطبوعات این هفته از واکنش‌ها به اظهارات محسن رضایی درباره عملیات کربلای 4 خواهیم گفت تا استعفای وزیر بهداشت. و بوی بد تهران که همچنان بر سرش گفتگو بود تا 48 ساعت بعد از حادثه. و در ادامه برنامه، اگه با خرطومشون بهت ضربه بزنن، وقتی میافتی زمین میان سراغتو با آجشون تیکه پارت میکنن و میمیری. برخورد نزدیک از نوع فیلی و رازهای علم قضا در برنامه های دوبله شده جدید بی بی سی فارسی. سلام های بهنود، سال جدید شد. در این سال تقریبا این ور دنیا حالا خیلی آنچنان خبری نبود، ولی در ایران همچنان خبرهای جسد گریخته زیاد بود. از جمله اول هفته با اعتراضات دانشجوها شروع شد سر دانشگاه آزاد و آخر هفته هم تجمعات اعتراضی کشاورزان اصفهان در مورد حق آبه و این داستان ها. سلام. بله، ببینید، این اول سال، چون به هر حال ایران اول سال نیست و تعطیل معروف تا سیزده بدر هم وجود نداره، بنابراین خبر میسازه. ولی در این سرزمینی که شما مهمونش هستین، خب به حال اول سال تعطیلشون، همه رفتن مرخصی، خبر نمیسازن. خب میخواین شروع کنه با روزنامه قانون؟ بله، ببینید، قانون اون دوتا موضوعی که شما هم گفتید که مهمترین موضوعای هفته بود، شاید هم بشه گفتش که از توی شبکه‌های مجازی لبریز کرد، رسید به مطبوعات و رادیو تلویزیون ها، اینا هر دوتا رو در صفحه اول خودش داره. یکی همون صحبتی که آقای رضایی کرد در مورد عملیات فریب درباره کربلای 4 که خب سرصدای خیلی زیادی رو و حتی زیر دستای خودش فرمانده‌های ارتش و اینا رو هم صداشون بلند کرد. یکی هم این طرف داریم میبینیم که ادامه داستان اتوبوس هست، که یکی از اتفاقات مهمی که افتاده اینه که در مورد اتوبوس دانشگاه آزاد به طور عجیب و غریبی مقاومت میکنه که مسئولیت به عهده نگیره، معذرت خواهی نکنه. این وسط ها حرفای چیزی هم زده میشه شبیه این که اون 30 سالی که اینجا اینطوری شد کجا بودین؟ شما اصلا ظاهرا متوجه نیستن که هر کسی در هر پستی که هست مسئولیت اون پست رو داره، نه الزاما به معنی اینه که او کرده باشه. حالا صحبت از اینه که هم وزیر علوم، که حالا خیلی هم وزیر علوم جوابگوی دانشگاه آزاد به نظر میاد نمیتونه باشه، و هم وزیر آموزش پرورش به خاطر اتفاقاتی که در هفته های گذشته افتاده باید برن مجلس و پاسخگو باشن. نکته‌ای که هست الان خیلی میگن اینه که اصلا چرا دانشگاهی رو در بالای اون تپه عجیب غریب ساخته شده، در حالی که من فکر میکنم شاید بهتر بود که قبلا این بحثا در میگرفت. بله، بحثا زمان خودش میشد که به قول آخوندی با ضرب و زور از بالا هم این محل تعیین شده. ظاهرا همه آدمایی که باید متخصصین باشن با همون دور زده شده. به هر حال دانشگاه آزاد یه موقعی پرنفوذترین بوده زیر نظر آقای هاشمی، برای بله. خیلی از کارهایی رو میکرده که بعضی ها باش مخالف بودن. به این روزنامه رسالت رو ببینیم. روزی که شما دارید میبینید، غیر از این گزارش که به حال گزارش میدانی هم نیست درباره عروسی های بی جهاز، عروس های بی جهاز که حالا وسط این هیرویر تصویب بودجه که این همه اشکال توش وجود داره، یه وزیر هم استفاده داد و اینا، به هر حال روزنامه رسالت توجه کرده به اینکه بودجه‌ای که گذاشته بودیم برای کمک یارانه به ازدواج اون رو کم کردین یا چی. اما توی مقالاتی که دارین نگاه می‌کنین، به نظرم این موضوع مهمه که این دوره جدیدی که جناح راست یا هیئت مؤتلفه شروع کرده است، که پیداست یه همصدایی هم بینشون هست با مشهد، مشهدیون، این دوره اصلا باعث شده که اتفاق مهمی افتاده. ببینید، 3 تا مقاله الان هست توی صفحه اول که یکیش بالا دارید میبینید، روزی برای همیشه که اشارهش به نوابانه. بعد اصلا اینطوری شروع میشه، آقای حسین کربلایی نوشته چند وقت پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 روزنامه وزین و انقلابی کیهان در قالب گزارش مستند پرده از سناریوی ضد ایرانی و ضد انقلابی برداشت. در این داره میگه که
روزنامه کیهان قبل از اینکه حوادث 88 اتفاق بیفته راجع به اون صحبت کردی که این همانقدر میتونه نشون دهنده باهوش بودن کیهان باشه که میتونه نشون دهنده یک مقدماتی برای اون حادثه باشه که مردم بهش معترضن. یه بالا هم خود سردبیر جدید آقای پیرهادی انقلابی که عروس تکرار میشود که اون هم تقریبا همین موضوع، نوکر یا بازی خورده اجانب که آقای علوی نوشته که این هم مستقیما داره به آقای میرحسین موسوی اینا میگه. بریم روزنامه بعدی سازندگی رو ببینیم با عکس بزرگی از وزیر بهداشت. بله دیگه، سازندگی موضوع مهمه، هفته رو پیش کشید. البته روز قبل از این منعکس کرده بود احتمال به اصطلاح استعفای آقای وزیر. البته احتمال که میگیم احتمال پذیرفته شدنش رو میگیم، چون استعفایشون داده بود ولی همه منتظر رئیس جمهور بودند انتخابش. روزنامه بعدی روزنامه مستقل هست. روزنامه مستقل به درست خبر مهم رو، همین انتخاب اولین زن اهل تسنن رو به عنوان سفیر ایران در برونه مهم دیده. حتی روزنامه های اصولگرا مثل روزنامه جوان هم به اهمیت این موضوع اشاره کردن، حالا گرچه توجهاتی هم راجع به مسئله تخصصی بودن سیاست خارجی داده است آقای دکتر گنجی، ولی به هر حال این امری است که تقریبا همه ازش استقبال کردن و موضوع مهمی است، به خصوص که ایشون در سمتی که در این چند سال داشتش در استان خودشون در سیستان بلوچستان خیلی هم موفق بود. روزنامه بعد ایران هست که باز وزیر بهداشت و مقاومت در برابر یک استعفا. بله دیگه، چند تا موضوع رو داره نگاه میکنه. همین که گفتیم این منشأ بوی نامطبوع در تهران موضوعی است، یعنی داستانی شد. واقعا 48 ساعت گذشت و هیچ کدوم از سازمان‌های مؤثر نتونستن، حتی جلسات مشترک هم با هم دیگه گذاشتن، ولی هر کدومشون به هر حال به نوعی گفتن که در حوزه عمل ما نیست، یعنی نه در مترو هست نه در آفاضلاب هست نه یک کار جدیدی صورت گرفته. این پایین هم در مورد فیلترینگ اینستاگرام با کدام قانون یادداشتی هست از سعید دهقان حقوقدان که با اشاره به حرفایی که معاون جدید امور فضای مجازی دادستانی گفته که باید از ضرورت فیلترینگ اینستاگرام گفته، آقای دهقان می نویسه که او اینستاگرام را جرم خیز معرفی کرد و آنچه را که به عنوان میزان روبه رشد جرایم در این شبکه اجتماعی خواند فاجعه قلمداد کرد. اما چون هیچ آماری از میزان جرایم و فجایع از این دست ارائه نکرد، سوالی که مطرح می شود این است که آیا نمی توان این ادعا تا به این حد کلی را به کل اینترنت یا خطوط تلفن یا هر ابزار دیگری نظیر سنگ، چکش، چاقو، قیچی، میخ و امثالان سرایت داد و حکم به ممنوعیت استفاده از آن داد. حتی در مقابل این اظهارات وزیر ارتباطات آقای جهرمی هم واکنش تندی، ولی حرف اونا همه همینطوره. اصلا خود این مقاله آقای دهقان هم اصل حرفش این است که بر اساس کدوم قانونی داریم این کار میکنیم. اصلا همون به اصطلاح ماهواره ها رو که الان هم معلوم شده چقدر بی فایده بود، چون الان تو همه خونه ها ماهواره هستش و این خودش یه قانون ستیزی رو ترغیب کرده است، همه اینا بر اساس کدوم قانون صورت میگیره؟ در حالی که یه بندی از قانون اساسی رو نقل کرده که به طور صریح میگوید که حتی با ایجاد قانون هم نمیشه آزادی های مردم رو محدود کرد، یعنی به طور صریح خلاف قانون اساسی. برمیگردیم به برگزیده ها و مجله ها آقای بهنود، اما تا لحظاتی دیگر بهرنگ تاجدین اینجا در استودیوست تا از تازه ترین برنامه های دوبله شده در بی بی سی فارسی به ما بگید. ما به طور غریزی و با به دست آوردن مواد غذایی لازم تبدیل به بیوشیمیست شدیم. تو خرطومش فوت کن، اینطوری خودتو به فیلم معرفی میکنی. تو خرطومش فوت کنم؟ اگه خرطومشو میاره طرفت باید توش فوت کنی، این مثل سلام کردن. وقتی تو رو به یه فیلم معرفی میکنم باید تو خرطومش فوت کنی. سلام بهرنگ، اول بگم من عاشق فیلام. این سری دوتا برنامه داریم. مجموعه اول مجموعه سه قسمتی غذا علم خوشمزه است که میاد از نظر علمی بررسی میکنه که چرا ما یه غذاهای خاصی رو درست میکنیم و چه فایده ای داره. از نظر علمی اینا رو، این ترکیب ها رو در واقع میاد توضیح میده. بذار یه مثال ساده بزنم. مثلا ما برای
استخونامون احتیاج به کلسیم داریم و منبع اصلی کلسیممون شیره. اما اکثر آدم‌ها از 5 سالگی به بعد توانایی هضم قند شیر به اسم لاکتوز رو از دست میدن. به همین خاطر از سالها قبل از اینکه ما اصلا بدونیم کلسیم چیه یا لاکتوز چیه، یه راه حلی برای این مشکل پیدا کردیم. مدت‌ها پیش در این منطقه از بلغارستان مردم کوهنشین یک باکتری را کشف کردند که غذایش لاکتوز است و شیر را تبدیل به ماست می‌کند. باید براتون بگم که من 60 سال پیش با مادر بزرگم شروع به ماسبندی کردم. بعدش هم با مادرم این کار رو انجام دادم. و دوبرینا ماده اصلی را وارد شیر می کند. یک باکتری به نام لاکتوباسیلوس بولگاریکوس. سر ظرف را می بندند تا باکتری های دیگر وارد نشوند و مخلوط را می پوشانند تا گرمای مورد علاقه باکتری را حفظ کند. وقتی میکروب ها به شیر اضافه می شوند، شروع به تکثیر می کنند، از لاکتوز شیر تغذیه می کنند و اسید لاکتیک تولید می کنند. وقتی مخلوط بیشتر اسیدی می شود، پروتئین های شیر به یکدیگر می چسبند و به ماده نرم و ترشی بدل می شوند به اسم ماست. حالا مادر بزرگ منم بدون اینکه این باکتری و لاکتوباسیلوس و چی بود اونو بشناسه، ماست میزد و درست میکرد از شیر. دقیقاً، یعنی خیلی قبل از اینکه ما این دلایل علمی رو بدونیم داشتیم غذاهایی رو میخوردیم که برای بدنمون مفید باشه. یه نمونه دیگه‌اش اینه که مثلا عدس پلو. تو خیلی از مناطق آسیا برنج رو با حبوبات میخورن و این الان ما میدونیم باعث میشه که این ترکیب باعث میشه که همه اسید آمینه هایی رو که بدن لازم داره همه رو به دست بیاره. مثلا بعضی ترکیب هاست که من هنوز نمیدونم چرا. مثلا قرمه سبزی. بینندگان محترم، اگه کسی میدونه چرا انسان قرمه سبزی رو اختراع کرد، چی شد که اختراع کرد، لطفاً با برنامه دیدبان تماس بگیرید. یه غذای خوشمزه ما داریم، حالا تو گیر دادی بهش. نه آخه واقعاً سوال دیگه. در مورد بقیه غذاها میتونیم مجموعه رو ببینیم، مجموعه خوبیه. حالا در مورد قرمه سبزی هم اگه کسی چیزی پیدا کرد به بهرنگ خبر بده. اولین قسمت مجموعه غذا علم خوشمزه رو میتونید سه شنبه 25 دی ساعت 9 شب به وقت تهران، 10 شب کابل، 10 و نیم شب دوشنبه ببینید. تاریخ و ساعت بازپخشش رو هم که میبینید. دو قسمت بعدی رو هم میتونید هفته های بعد در همین روز و ساعت ببینید. خب مجموعه بعدی در مورد فیل هاست. دقیقاً. داستان مجموعه دو قسمتی خانواده فیلومن اینه که یه فیلم بردار خیلی خیلی با تجربه حیات وحش میخواد پاشه بره تو آفریقا با یه گله فیل وحشی را بره و ازشون فیلم بگیره، چون فیلا رو معمولاً سوار ماشین ازشون فیلم برداری میکنن. همون اولش راهنماش بهش میگه ببین فیلا با یه ضربه خرطومشون وقتی عصبانی بشن میتونن بکشنت، بعدم یه مشت برگ و درخت میریزن رو دفنت میکنن میرن. خب مراسم عزاداری هم میگیرن. دقیقاً، مراسم عزاداری کوچیکی هم واسط میگیرن ولی نزدیک نشد. دقیقاً. اینم گوش نمیکنه، این میخواد همچنان به این کارش ادامه بده. دفعه اولی که این گله فیلا رو میبینه رو ببینیم. بنجامین اینا کیان؟ گله‌ای که دنبالشون میگشتیم. واقعا؟ میبینی چقدر نگرانن؟ میبینی؟ آره یه بچه داره. اون ویواست. این ویواست. آره ویوا. چقدر قشنگه. وندی هم مادرشه. پس وندی اونیه که به من نزدیک‌تره. آره اونی که نزدیک بچه هست وندیه. ویوا بامزده ترین موجودیه که تا به حال دیدم. وندی وایسا. وندی بس. اصلا خوشم نمیاد. وندی نکن. وندی کار مسخره از سر نزنه. اصلا خوشم نیمد. چی کار داری میکنی؟ دوربینو بر نداری یا؟ اینجا چیزی پیدا نمیکنی؟ نه وندی برو، کار احمقانه نکن. من اینجام وندی. چی میخوای؟ نه آی خدا، نه نه نه، این یکم منو ترسوند. اینا تو ماشین بودن فیل اینطوری کرد. تازه این الان
فیلای مادن که هم کوچیکترن هم آرومترن. سری بعدی که این گله رو میبینه چند تا فیل نر گنده وحشی هم اضافه شدن که تو فصلی هم هست که عصبانین و اینا. با وجود این میخواد همچنان بره پیاده با اینا بچرخه. حالش خوبه. من اظهار نظر نمی‌کنم. این همین آقای گوردون بوکنن قبلا هم مجموعه خانواده گرگ شمالگان و منو ازش دیده بودیم که رفته بود وسط ناکجا آباد دم قطب با یه سری خانواده گرگ قطبی چادر زده بود از اینا فیلم بگیره. یعنی از این کارا قبلا هم کرده. حالا تیکه های خطرناکش به کنار، یه سری تصویرهای معرکه هم از این فیلا میگیره. مثلا یه تیکه هست اینا دارن حموم خاک میگیرن، اصلا آدم روح شاد میشه. خب انشاءالله که سلامت باشن این مستندساز با این کارهایی که میکنن. اولین قسمت خانواده فیل و من رو میتونید یک شنبه 23 دی ساعت 9 شب به وقت تهران، 10 شب کابل، 10:30 شب دوشنبه ببینید. تاریخ و ساعت بازپخشش رو هم که دارید میبینید. قسمت بعد رو هم میتونید هفته بعد در همین روز و ساعت ببینید. نظرها، پیشنهادها و انتقاداتتون در مورد این برنامه‌ها و بقیه برنامه‌های دوبله شده بی بی سی فارسی رو حتما با ما در میون بگذارید. و ممنونم از همکارم بهرنگ تاج‌دین. برگزیده‌ها ناگهان، بله ناگهان رو ببینید و همینطور این نشریه کوچیک رو از نگاه دور ندارید. بذارید اینجا شروع کنیم که همون اولش توضیح میده که برای دهه 70 و دهه 80 است و درباره اونها که ما هیچ شناختی ازشون نداریم. خوبه، هم جد خوبه، هم برای خودشون خوبه، هم برای ماها خوبه که بریم از تو اون بفهمیم این بچه ها گاهی اوقات چیزی میگن چی میگن. اعلام کرده است که این دفعه موضوع محوریش شاخه، شاخ شدیم. اینا شاخ به این معنی، نه شاخ روی سر، گرچه به اون نزدیکه. شاخ اینستا شماره بعدی هم آره، شاخ اینستا هم توشه. شماره بعدی را هم اعلام کرده از حالا که اعتراضه. شماره بعدی هم از حالا اعلام کرده است که زیرزمینیه. چه جالب. پس بنابراین داریم از اینجا متوجه میشیم که رو چه سوژه‌ای کار میکنه. ذره برنامه‌ریزی داره. همین اول شروع کرده است، همین شاخ رو شروع کرده است با این نوشته از پوریا عالمی در ستایش آج. پس بنابراین یکی از شاخ ها رو پوریا داره معرفی میکنه. اولش هم اشاره میکنه به داستان فیل شهر قصه. آزاده محمد حسین نوشته زبان من شاخ منه. مادر بزرگم همیشه میگفت این بچه با یه وجب قد و بالا همچی حرف میزنه که آدم نمیفهمید چجوری خامش شده، انگاری آدم رو شاخ میکنه. پس برای این سابقه داره، مادر بزرگش هم کار میکرده، مهشید خانم مشیری هم همینطور. حالا از لوتی های محله تا شاخ های اینستاگرام، این جواب همه حرف شماست که توی گفتگویی با خانم بهارک محمودی به دست اومده و گفته شده و به اصطلاح گفتگویی هم قبل از برنامه گفتیم با خانم لیلی گلستان. بله یه گفتگویی که شما اشاره بهش میکنین، گفتگویی است با عنوان عشق اول و آخر من گاری کوپر. حالا چرا گاری کوپر این وسط اومده؟ به خاطر اینکه اصلا این گفتگو راجع به شاخ و شاخبازیه با خانم گلستان. ذرا اینجا شروع میشه که شما محلتون کجا بود؟ در روز کجا درس میخوندین؟ نه تو شهر. بنابراین ماجرای شهر و شمرونه. بعد یه همتون میره تا میرسه به این سوال مهم، شاخ اون دوران چه کسی بود؟ بچه ها رفقای شما شیفته چه کسایی بودن؟ پس بنابراین یه معنی دیگه شاخ پیدا شد. میگه هر کسی برای خودش چیزایی داشت و عکساشو جمع میکردیم و تو دفترها میچسبوندیم اینا. میگه شاخ شما کی بود؟ میگه مال من سوفیا لورن و گری کوپر و اودری فورن. آخه بعد میگه عکس کی به دیوار بود؟ میگه گری کوپر. مهم اینه که مجله بعد از این مصاحبه که خیلی مصاحبه خوبیه موضوع رو دست نداده، رفته یک دختر خانمی رو پیدا کرده به سن اون موقع های خانم گلستان و ساکن همون محله در روز که الانش اونجا هست. جالب. و بنابراین رفته با هم محلهی او 60 سال بعد، اینجا دارین عکسشو میبینین، رفته با او گفتگو کرده. خب بسیار خوب. حالا ازش پرسیده که خلاصه مدرسه چجوریه اینا و بعد میگه شاخ چیزی که الان اولین چیزی که به ذهنت میرسه چیه؟ میگه دبیرستان، پارک، راهنمایی، حیات. شاخ این دوران چه کسی است؟ ازش میپرسه. میگه وان دایرکشن. میگه شاخ خودت کیه؟ میگه شاخ نداره.
بعد این گفتگو ادامه پیدا میکنه. تقریبا میشه گفت که کل ادبیاتی که میگذره هیچ ربطی به ادبیاتی که خانم گلستان با بچه هم محله 60 سال بعد خودش داره نداره. بریم مجله تجارت فردا رو ببینیم. تجارت فردا رو حالا از دیدنش بگذاریم، ولی فقط این روی جلدش رو ببینیم. 300 شماره مجله است، مجله است که 300 شماره مرتب منتشر کرده. این خودش یه امر مفید نشون دهنده نظمی است در کار. هیئت تحریریه مؤثر، سیاستگزارای مؤثر، همه افراد متخصص از نهله‌های فکری مختلف اقتصادی و در نتیجه نشریه معتبرترین هفته نامه اقتصادی کشور هست که 300 شماره شد، که خبر خوبی است برای من. بله. بعدی روزنامه اعتماد گزارشی داره، قمار در دریای خروشان، که گزارشی از ایرانیانی که با قایق‌های بادی خواستن ولی این موضوع هم توی شما میدونید همه روزنامه‌های انگلیس و حتی اروپا، فرانسه و بقیه هم در هفته گذشته این موضوع رو که یه موجی از مانش عبور کرده است از طرف فرانسه که بیاد به ایران، به بریتانیا و بیاد به این طرف از کله بیاد به دوبر، این موج رو دنبال کردن و ظاهرا اینطور که به نظر میاد زیاد حرفی زده میشه بیشترشون ایرانی هستن. بریم مجله ها. مجله مروارید رو ببینیم. من همینطوری ورق میزدم، تیترای عالی، مثل اینکه موضوعش هست درباره ابتذال و پوپولیسم فرهنگی و در سوی اصالت. تیترا بود: ابتذال در مبلمان شهری، پوپولیست ها فاتحان شبکه های اجتماعی، خالی شدن زندگی از تفکر. انگار که یه چیزایی که دغدغه خیلی از آدم هاست این روزها. بله دیگه، ببینید این موضوع کوچیکی نیستش و مروارید خب عادت داره به اینکه موضوعای خارخاردار رو پیدا میکنه. اصولا این سلیقه هر دو، هم مدیر مسئول هم پژمان موسوی سردبیر هست، از نوشته‌های خودشون پیداست که به این موضوع اول علاقمند میشن، بعد اون موضوع رو موضوع قرار میدن. این دفعه این وجه که این اصالت زیر دست و پا داره میره و این ابتذالی که داره حاکم میشه و انواع ابتذال، نه فقط ابتذال به اصطلاح در حرف، خیلی فکر کنن ابتذال الان فقط تو اینستاگرام هست و تو شبکه‌های مجازی، اینطوری نیست. تو انواع اقسام در جاهای مختلف به همین جهت خیلی موضوع پردامنه است و واقعا هم با پردامنگیش پوشوندن هم از جهت تاریخی، هم نگاه داشتنش تو هنر، تو هنر چه اتفاقی میفته و حتی به آقای دونالد ترامپ و اینکه پوپولیستا فاتحان شبکه‌های اجتماعی هستند و شبکه‌های اجتماعی خدمتی داره پوپولیستا میکنه و اونجا چه موجی به وجود میاره که حاصلش ابتذال هست، به اون میپردازه. من اگه بخوام فقط فهرستش هم بگم، همونطور که شما گفتید خیلی طولانی میشه، در حوصله وقت ما نیست، ولی همینقدر بدونید که یکی از شماره‌های خوب مرواریده. یک اشاره کوتاه خلاصه از هنر و تجربه را هم ببینیم، چون از هفته پیش هم مونده بود. ببینید بله، منم متاسفم ولی کاش وقت می‌داشتیم، به خصوص این فیلم جستجو در جستجو فریده که اینجا خوندیم درباره‌اش، که این یه قصه است که قصه دختر خانمی است که در هلند هست و در اون چیز دیگه میکنه با یه خانواده‌ای که ناپدری و نامادریش هستن و چون این قضیه رو میدونه و میدونه ایران و میدونه که از خراسان هستند و بنابراین راه میفته میاد و میره که پیدا کنه پدر مادر واقعی خودش رو. و اینجا این فیلم، اینطور که از گفته این بزرگان میفهمیم، ما بسیار فیلم مستند زیر پوستی شده به خاطر اینکه تفاوت دو تا فرهنگ هم ما نشون میده. او در حالی که در اونجا خیلی مسائل ساده و همه چی راحت حل میشه، در اونجا در ایران که میاد اصلا اینطوری نیست، همه با آغوش باز ازش استقبال میکنن. سه تا خانواده سفت میستن که بچه ماست و بنابراین سرنوشت رو میشه تعیین کرد برای اینا و اینها با هم دعواشون میشه شدید و پذیرایی که از این فرزند میکنن، فرزند یعنی کاملا دو تا فرهنگ مختلف، اون چیزی که در هلند هست و اون چیزی که در خراسان یا به تعبیری همه ایران هست. عالی. بریم کارتون آخر از بزرگمهر حسین‌پور رو هم ببینیم. نگاه انسانی بزرگمهر که در وسط این هیلوویر خبر و خبرسازی و اینا
میکشه، البته گاهی هم حتی چهره های روز رو میکشه، ولی اون چیزی که از دل خودش در میاد اونجاها نیست. به نظر میرسه همین جاییست که میبینین این گوشت هایی که اونجا در واقع این گوشت رون گاوه فکر میکنم و این گاوه که با عصا داره میره و یک پاش رو بریدن. بله، به حسرت اون گاو هم توجه بکنید. بله، خیلی ممنون آقای بهنود و ممنون از شما. مثل همیشه تمام راه های تماس ما برای شما بازه. نظرات و انتقاداتتون درباره برنامه های بی بی سی فارسی رو حتما برای ما بنویسید. راه های تماس رو دارید روی صفحه تلویزیون میبینید. نظراتتون رو با هشتگ دیدبان به پیامگیر تلگرام ما به آدرس @bbc شما و یا به آدرس توییتر bbc دیدبان بفرستید. از طرف خودم و آقای بهنود همینجا با شما خدافظی میکنم. تا هفته آینده، شب و روزتون خوش.